بزرگانی محترم، جوانای عزیز، خطبه امروزه ما پیرامونی مسئله معراج هست. به توفیق الله ذوالجلال در لابلای آیات و روایات این موضوع مهم و اساسی و این سفر تاریخی و ارمغان آوری جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم و این معجزه بزرگ الهی در خدمت شما عزیزان به توفیق الله منان عرض می گردد. به آدرس موضوع معراج، دانستنی سه امر حتمی و ضروری هست. اول، حکمت و فلسفه معراج. دوم، دستاورد و پیامدهای این سفر تاریخی، دستاورد و پیامهای این سفر تاریخی. سوم، آرای دانشمندان در قبال این موضوع. سه امر مهم و سه کلیه و یا فرضیه حتمی و لازمی در قبال قضیه معراج باید هم بیان شود و هم برملا گردد و هم نظریات منکرین به آدرس این موضوعی که یک بخشی از اعتقادیات با این موضوع گره خورده هست، او باید دانسته شود. با تأسف از علما و دانشمندان و به تعبیری جدید روشن فکران که موضوع معراج را در چند تا فضائلی که یک پاره از آنها اگر در چوکات روایات حسن باشه، بیشتری از آنها روایات اسرائیلی هست، او را بند و محصور ساختند. عوام الناس به آدرس معراج جز چند فضائل بیشتر نمیدانند. زمانی که ما نظریات مخالفین پیش میکنیم، نظریات منکرین معراج، منکرین این سفر تاریخی را پیش میکنیم، اینها میفهمند که ظاهر معراج با فضائل پسوند داره یا ظاهر معراج با فضائل گره خورده هست. درون معراج، متن و بطن معراج با یک قضیه‌ای که در عقب دست قدرت بلا کیف الله هست ارتباط میگیره. دشمنا انتقادشان این است که زندگی قرن 21 این قضیه ماوراء عقل را نمیپذیرد، که ما یک ماه در جگر سواری ها با شلاق میکوبیم، از مکه به مسجد الاقصا نمیرسیم، از آنجا با عرش این فاصله سری جای خود
اما تو در پاره از شب میگوی که من این مسیر پیمودم. ما باور نداریم. بیار دلیلتا. جای خیلی افتخار هست که دشمنان توحید یقین داشتن که محمد رسول الله مسجد اقصا را ندیده هست، با فلسطین نرسیده هست، از این مسیر کاملا لا علم و بی خبر هست. سوال میکنند که تو اگر این سفر پیمودی، مسجد الاقصا شکل و دزین ظاهریش چگونه بود؟ و اللهی که محمد در ساعات از شب از مکه مسجد الحرام به مسجد الاقصا از آنجا تا سدره المنتهى میرسانه، او قدرت همایش این صحنه را داره. صحنه را برای پیامبر پیش میکنه کاملا. ببین یک یک برشان میگه این دروازه ورودی، این دروازه خروجی، این حلقه و دایره ای که انبیا سواری های خدا بسته می کردند، این مسیر. ما در آن شب از جای می گذشتم که کاروان قریش در آنجا شبانگاه بری سپری شب نشسته بودند. ظرفی که سرش پود بود از او آب نوشیدم. شطر سرخموی خدا در فلان قسمت گم کرده بودند و میپالیدند. این حقایق که بیان میکنه همه کاروان میپذیره. حقا، راست گفتی، عینی حقیقت بیان فرمودی. حالا ما با فضائل میتونیم که این دشمنا را جواب بدیم. ما میتونیم که با یک دست روایات اسرائیلی قناعت دوست انسان با یک حرف معمولی حاصل میکنه، اما دشمن قرن 21 دلیل میخواه، سند میخواه، حواله میخواه. ایرا فراهم ساختن کار آسان نیست. عقبه ابن ابی معید گفت فراتر از این دروغی در زندگی خود نشنیدم که امروز تو ایراد میکنی. یک طرف مکتب فکری طاغوتی، طرف دیگر مکتب فکری توحید قضیه را بیان میکنه. سیدنا ابوبکر صدیق میگوید ای رسول الله، ما با ایمان و یقین حرفهای تا پذیرفتم. پیامبر میگن تا صدیق، تو راستگوترین فرد امت ما هستی. اینجا عقبه ابن ابی معیط و پیروان مکتب فکری طاغوتی و شاگرده های ابو جهل و پیروان مکتب فکری عبدالله ابن عبی ابن سلول منافق کعب ابن اشرف، این مکتب فکری در مجموع طاغوتی میگوین این ورای عقل هست. عقل ما با اینجا توانی رسیدگی را نداره. چاره ای نیست برش بگین که تو افترا میکنی، دروغ میگوی. العیاذ بالله. الله منان این صحنه را با یک تحقیق عمیق و زیبا بیان میکند. بهترین تحقیق حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله در ذیل سوره بنی اسرائیل سوره اسراء بیان فرموده هست که 18 ماه قبل از هجرت، 18 ماه قبل از هجرت و 6 ماه بعد از سفر طایف، بعد از زخمه های طایف، هنوز داغ و نشانش
در وجود محمد رسول الله اثر انداز است. رب العالمین هم تداوی زمینی میکنه و هم معالجه آسمانی میکنه. تداوی زمینی قوت ایمان و صبر حوصله با محمد رسول الله میدهد. عداس غلام نینوایی از زادگاه یونس علیه السلام مشرف به اسلام میشه. در وادی نصیبین قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به. این عزت و شرف نصیب میگردانه که دسته پنج شش نو از جنات نصیبین مشرف به اسلام میشوند با شنیدن کلام مقدس. امن و امان بری پیامبر داده میشود در داخل مکه مکرمه زایدگاش، در حرم مکه میخواهد در آنجا زندگی بکنه. هنوز آثار زخمه ها در سر و صورت و بدنی محمد رسول الله هست. آثار زخمه های چی؟ میتونیم با چند تا فضایل این زخمه ها را مرهم بگذاریم یا برگردیم به اون عقیده ای که انسانیت بر مبنای آن عقیده آفریده شده هست. کل مولود یولد على فطرة الاسلام، بلکه با این عقیده و نظریه که بر فطرت اسلام انسانیت آفریده شده است، گروهی در مقابل این دعوت آنها بر مخالفت استاد می شوند و گروه قلبا این دعوت می پذیرند و در میدان عمل بر نسل بعدی با عنوان اندرز و نصیحت ایره به همایش می گذارند. شاگردان مکتب محمد رسول الله از این گروه بودند. در خانه امهانی یک روایت، در حتیم روایت دوم، محمد رسول الله نشسته است. جبرئیل امین می آید با ادب و احترام. جبرائیل ملک مقرب و یا مقربترین ملائکه دربار رب سبحان می آید. از پیامبر علیه السلام دستوری سفر کردن مشایعت می خواهد، اجازه نمی گیره، پیام می رسانه. ما در باب گفتمان خود انصاف رعایت نمی کنیم. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. آنچه حرف میزنی محافظین ایرا یادداشت میگیرند. با این دروغ ها نمیتوانیم دشمن قناعت چه فراهم بکنیم. آمد از محمد سی بار اجازه گرفت، گفت برگرد. پیره چارم گفت فرار کن از نزد ما. پیره پنجم جبرئیل گفت پیام الله را آوردم. محمد امین از سر تا پا در عرق غرق شد. کجای اساس و کجای سند و کجای روایت و انیس الواعظین و گلزار وحدت و عبد غزا و کنز العمال و فلان پیش الله تو نمیری که روایت موضوعی و دروغین برای عوام نقل میکنی که سه تا سری خود تکان بدن. واه واه مناسب خوب سخنرانی داشت، عجیب حرفای زد. آدرس حرفها کجا بود؟ تأثیر حرفها در وجود سامعین چگونه بود؟ از این پرسان نکن. به هر حال جبرئیل امین محمد امینا به دستور پیامی پروردگار امین آماده سفر ساخت. ابن کثیر میگه در همین جا مهر نبوت در وسط شانه های
محمد رسول الله زده شد. دسته مفسرین و محدثین میگویند اینجا شق صدر شد، سینه پیامبر چیر شد، با تشتی از جنت و با آب زمزم شستشو شد، همه عوایق و موانع بشریت بیرون شد از وجود پیامبر، علم و عرفان و معنویت توانی فکان قاب قوسین او ادنا در وجود پیامبر نهاده شد. سفر آغاز شد بر براق از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصا. به هر حال آنجا رسید، از وادی مولد سیدنا ابراهیم خلیل، سیدنا موسی کلیم، سیدنا عیسی علیهم الصلاة والسلام عبور کرد، رسید با آنجا با امامت انبیاء علیهم السلام مشرف شد که نمازی که هنوز فرض نشده است و در این سفر فرض می‌گردد حسب روایات بر ملت ابراهیم خلیل نماز دوگانگی را امامت کرد. مقتدیها آدم و ابراهیم و موسی و نوح و عیسی و یحیی و زکریا و یوسف و یسع و ذلکفل و غیر انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام. از آنجا با زینه و یا با براقی به آسمان اول رسید، با اجازه ورود داخل شد مورد پذیرایی سیدنا یحیی علیه السلام، روایت آدم علیه السلام. آسمان دوم یحیی علیه السلام، آسمان سوم یوسف علیه السلام، آسمان چهارم هارون علیه السلام، آسمان پنجم سیدنا هارون علیه السلام، آسمان پنجم سیدنا موسی علیه السلام، آسمان ششم، آسمان هفتم ابراهیم خلیل. از آنجا فراتر به سدره المنتهى به دستور رب العالمین محمد رسول الله میرسه. پیامی است که به بارگاه الله عرض میکند، التحیات لله والصلاوات والطیبات، التحیات لله، همه عبادات قولی از آن الله، والصلاوات همه عبادات قولی همه عبادات بدنی از آن الله، و طیبات همه عبادات مالی، قولی فعلی مالی. این نعره توحید ابراهیم خلیل 2600 سال قبل از بعثت محمد رسول الله از نزد الله زمزمه کرده بود. این صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین. ای تحفه است که محمد رسول الله پیش میکنه، عبادات قولی، عبادات عملی، عبادات مالی، همه از آن کیست؟ لله. التحیات لله و الصلاوات لله و الطیبات لله. اینجا به هدف حصر ای را ذکر کرده است. با این تحفه خیلی عالی و بزرگ مورد سلام الله قرار میگیره، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. الله ذوالجلال بری بنده جای اشتباه و شک هم باقی نمیگذاره که اشتباه نکنیم. دسته از مبتدعین با این نظر هستند که در میان احد و احمد تنها در میم فرق هست، اختیارات منظومه های شمسی و جوی و فضایی در دست احد است، الله واحد لا شریک، اختیارات زمین العیاذ بالله
در دست احمد هست. الله میگه نه، سبحان الذي اسرا بعبده، این سیر با بنده خود کرد، نه با شریک خود، شریک نداره. محمد عربی بزرگترین افتخارش در این صفت هست که ما بنده الله هستم. این افتخار عیسی علیه السلام در وقت تهمت به مریم مادرش پیش کرده بود. از کجا آوردی را؟ مریم تو ازدواج نکردی؟ ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیه، از کجا شد؟ فاشارت الی، با این نو مولود اشاره کرد. قالو، قوم گفتن، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، این وشتو چه قسم با ما حرف میزنه؟ توهین میکنی؟ طفل از آدرسی غلط آوردی با ما توهین میکنی؟ گفت اینی عبد الله، من بنده الله هستم، من بنده الله هستم. ابتدا بندگی را ذکر میکنه. مسیحیت امت اغفال میکنند با آدرس این که قرآن عیسی را روح الله گفته هست، فرزند الله ای را میدانن. چه قسم فرزند میگه؟ اینی عبد الله، ما بنده الله هستم. محمد رسول الله میگه سبحان الذي اسرا بعبده، الله میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. چند تحفه پیش کرد؟ سه تا، عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی. چند تا تحفه از الله گرفت؟ سه تا. السلام علیک، کی سلام میکنه؟ الله. سلامتی بر تو ای نبی، رحمت و برکات الله. فاوحا الى عبده ما اوحا، وحی میفرستد به سوی بنده خود آنچه را که وحی میفرستد الله. قرآن کریمم تصدیق میکند این امره، مهر صداقت می نهد. ما کذب الفؤاد ما را، آنچه که دل فهمید و چشم ها دید ای قابل تکذیب نیست. و بار دیگرم در وقت نزول وحی دیدار شده بود. به هر حال مسئله رویت هست، رویت باری تعالی که آیا پیامبر دیده بود؟ عقیده اهل سنت و الجماعت همین است، حسب تحقیق سیده عائشه رضی الله تعالی عنها که ندیده بود. سیدنا عمر فاروق میگه دیده بود، تعبیرش است که قرب و نزدیکی برویت بیان گردیده و تشریح شده است. به هر حال آنجا ملاقات صورت گرفت و الله ذوالجلال سه تا تحفه داد، 50 نماز، سه تا آیه آخر سوره بقره، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تحفه سوم خیلی امیدوار کننده تر هست، تحفه سوم خیلی امیدوار کننده تر هست و پیام های امیدمندانه برای آن غافلین و آن گناهگاران و مجرمینی که زیر بار گناه افتیده اند. کسی از امت تو بمانه با ما کسی را شریک مقرر نکنه، در قلبش ذره از ایمان باشه، آخر یک روزی از دوزخ نجاتش میدم، به جنت میره. خیلی پیامی هست و این پیام هم تخویف داره و هم بشارت داره. امت تلقین میکنه با این امر که متوجه باشی که شرک خیلی گناهی بد است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. و این امر در آیه نخست سوره بنی اسرائیل سبحان الذي اسرا بعبده کلکم عبید الله، همه شما بندگان الله هستین. آنچه که از مخلوقات به نظر میخوره از نظر غایب است، در زمین و فضا و آسمان ها همه بندگان الله ذوالجلال هستند. برمیگرده محمد امین با مرحم گذاری الله بر قلب وجودش و با پیام هدایت بر امت به عنوان این سه تا تحفه بزار و با یک معجزه
انکار ناپذیر از ابراهیم عبور میکنه به موسی میرسه. چی داد الله برات؟ یعنی تحفه. برگرد، بنی اسرائیل ما امتحان کردم، با امت تو مشارکات بیشتر دارن، توان تحمل و برداشت این 50 نماز امت تو نداره. آخر برگشته این نمازها میرسن در 45 منف، 5 باقی میمانه. برمیگردانه میگه اضافه هست، نمیتوان امت تو. لفظ حدیث است، ای موسی استحی من الله، از الله مرا حیا میآید. 50 نماز، 5 نماز باقی مانده. میگم من برات آنچه که میگم به خیر خودت و امت است. پیامبری ما تاب و توانی بالاتر از 50 نماز داشت. شخصی که 16 رکعت، 14 رکعت، شخصی که 2 و 8 و 6 و 4 رکعت شبی میخوانه علی الدوام. دوشنبه و پنجشنبه روزه هست، ایام 20 روزه هست، بالای نفس کنترل داره، افضلترین انسان انسانیت هست. ولی ای برگشتن بری من و توست. به فکر این امت است که 5 نماز تو چگونه میخوانی که امت تو ایرا آورد در 50 نماز، در 5 با درخواست و با اصرار و با بار بار برگشت به نزد الله سبحان. ای 5 چگونه میخوانی؟ یکی از سکولارها میگه اگر ای 50 میماند تو شاید در نمازم نان میخوردی، در نمازتم نان میخوردی، در وقتی نان خوردنم نماز میخوندی، در وقت کاروبار و معاملات و معاشراتتم مصروفی نماز بدی. با آدرس توهین و تحقیر این حرف میزنه. نماز چقدر فضیلت بزرگ داره، اگر 50 می بود تو چگونه میخوندی را؟ ولی این دوره یک جایزه بزرگ دیگر به دست می آره. ما کم نمی کنم از 5، اما ثواب 50 را برات میتونم. و در این سفر مشاهداتی که محمد رسول الله میبینه، ما خدمت شما ایرا یاد داشت کردم. شیر و شراب برش پیش میشه، انتخاب میکنه شیره. ملک میگه اصبت خیرا، به خیر رسیدی. نمبر 2، 4 نهر میبینه، 2 از این ظاهر، 2 از این مخفی هست که از سدرت المنتها اینها آغاز میشوند. این نهرها را مشاهده میکنه. نمبر 3، ملائک دوزخ میبینه، امی تو در غم و غصه نشسته است. کیس جبرائیل؟ ای ملک خازین دوزخ است. میگه چقدر ای قار است. میگه از روزی که الله ای را آفریده است، تبسم بر لبانی از این آمده است. از آن روز چقدر بزرگ و کلان. نمبر 4، میبینه کسایی که مال یتیم میخورن، بسیار با حالتی بد و با زجر و با عذاب الله اینها مبتلا هستند. نمبر 5، رباخارها، سودخارها را میبینه، شکمبه های کلان دارن، از جا تکان خورده نمیتوانن. و آل فرعون، جمع فرعون، از روی شکم سودخار میگذره و در عذاب مبتلا میشوه. این منظر و این نقشه را محمد رسول الله میبینه. و زناکاران را میبیند، افرادی که آنها زناکار هستند، یک طرف گوشت پاک و حلال و ستره، طرف دیگر گوشت بویگین و مردار، از این گوشت مردار خورده روان هستند. کیها هستند جبرائیل؟ اینها زناکاران امتی تو هستند، از این مرداری ها میخورند. خانم هایی را میبینه، ای برگرفته از رحیق المختوم، از مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، خیلی کتاب معتبر و مستند سیرت است در باب معراج. خانم هایی را میبینه که از پستانهایشان آویزان و سرپایان هستند. کیها هستند جبرائیل؟ اینها زنای امتی تو هستند که فرزندان دیگرها را شیر دادند. دو تا تعبیر داره،
یکی این که مرتکب زنا شدن، طفلی از حرام به دنیا آوردند، دوم این که شوهردار بودند اما رابطه نامشروع با وجود شوهرایشان با دیگران داشتند که نسب مخلوط ساختند. اولاد از پدر حساب میشه، گناه ای مادر متحمل میشود. الله کاروان اهل مکه را دید، محمد رسول الله که در این مسیر سفر دارند، جای نشسته بودند، ظرفشان آب داشت، سرش پد بود، ظرف سرش بلند میکنه از این آب، محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم استفاده میکند. این واقعه معراج بر سبیل موجز و مختصر مستند از ابن کثیر، از تفسیر حافظ عماد الدین و از معارف القرآن مفتی محمد شفیع و از رحیق الرحیق المختوم، سیرت بزرگترین جایزه انترنشنل به سطح جهان اسلام این شخص از آن خود کرده. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری یک جا کسی یک سیرت می خرید، یکان بار مداخله ها باعث نزاع هم میشه. از او شخص میگفت که یک سیرتی برام بده که مستند و مدلل و معتبر باشه تا که من مطالعه بکنم در این روایات ضعیف نباشه. من خیلی خوش شدم که در پی تحقیق حق یابی هست. من گفتم سیرتی رحیق المختوم بگی، گفت نه، این سلفی است، سخن الله است، گفته های محمد رسول الله است. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. قائل نبین، مؤلف نبین، نویسنده و مصنف نبین، قول چی هست، سخن چی هست، ارزشی از این ببین. همه علما به اتفاق دارن که سیرت صلابی در رده اول، سیرت رحیق المختوم در صف دوم، نبی رحمت در صف سوم، سیرت المصطفى مولا ادریس کاندیلوی رحمهم الله در صف چهارم، به این ترتیب اینها قرار دارند. اما ای ازی دوری میخواهد مستند، ولی کسی را پیچکاری کرده در ذهنش، علم نداره، معلومات نداره، ای برگرفته شده از این سیرت هاست. فلسفه معراج مشاهده قدرت پروردگار هست، حکمت معراج مشاهده قدرت پروردگار است. در قرن 21 با همه ترقی، با همه تکنولوژی، با همه پیشرفت، امروز جهان امروزی محققین و نابغه ها و فیلسوفا و پروفیسور ها هنوز نمیدانند رنگ آسمان چیست، موادی که آسمان ساخته شده است ای از چیست. ای قدرت رب العالمین هست که دسته اینه تراکم هست، امکان عبور نیست، فلحاظ محمد به معراج نرفته هست. دسته اینه عکس آب است، ای چیزی نیست، حقیقتی وجود نداره، ای در فضا و خلاص، سیارات، آفتاب و مهتاب و غیره و غیره. اما الله منان میگوید سبحان الذي اسرى بعبده، پاک از ذاتی که در شب سیر کنند بنده خود را. از کجا؟ از مسجد الحرام تا کجا؟ الى المسجد الاقصى، تا مسجد اقصى. چی صفت داره مسجد الاقصى؟ قبله نخست امت مسلمه، قبله یعقوب، تا 17 ماه بعد از هجرت قبله محمد رسول الله، 35 ماه بعد از فرضیت نماز محمد رسول، 18 ماه در مکه، 17 ماه در مدینه به طرف بیت المقدس نماز میخواند. یهودی ها اصرار کردن تو که صاحب دو قبله هستی، کوکی قبله دومت، تو به کعبه نماز بخوان، به مسجد الحرام که ما مسلمان شویم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بار بار متوجه شدني ترى الله ديد، وهي منظر الله بعلم قديم عزريش إلى ديد بقبليك تو ميخاي وعدي الله هم هست، بو قبله بتو دستور داده میشود. در تعقب يزي
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. در مسجد ذو قبلتین که آنجا امامت نمازی دیگر می کرد. دوستای عزیز، ما آنچه خدمت شما با آدرس معراج عرض کردم، علت و حکمت و فلسفه بزرگ معراج مشاهده قدرت الله است با عنوان و آدرس سفر معراج به محمد رسول الله. این مسجد الحرامی که اطرافی از این برکت داره، این قبله نخست، زادگاه انبیا، امامت محمد رسول الله، جزء شعائر اسلام عزیز هست، جزء معتقدات من و شماست که امروز یهودیت با درندگی ایره غصب کرده هست. ای از جمله شعائر دین ماست. در کتاب الله کلام سرنوشته است، نامی از این است الی المسجد الاقصا، وارثی از این امت محمد رسول الله است. کسایی که به محمد رسول الله ایمان و باور و تصدیق دارن وارثش ایست. اما ای در انتظار عمر ابن عبدالعزیز دیگری است، ای در انتظار محمد ابن قاسم دیگری است، ای در انتظار صلاح الدین ایوبی دیگری هست که الله از این امت ای را پیدا بکنه. باقی سردمداران و حاکمین و سلاطین عصر فعلی فقط هدف و آرزویشان پول و چوکی هست و بس. با اسلام و اهل اسلام چی میگذره؟ چه توهین و تحقیر بری از اینها میشه؟ در هر رمضان، در هر عید، در هر ایامی از روزهای خوشی بری این امت مسلمه خنجری بر قلب امت مسلمه کوبیده میشه. نسل جدیدی ما را، اولادهای ما را دشمن امتحان میگیره که ما چند فیصد کامیاب شدم، چند فیصد در عقیدش رخنه ایجاد کردم، چند فیصد به طرف منکرات و بیدینی اینها را سوق دادم. بزرگای ما به جوانا بر نخوره، بزرگای ما با آن قوت ایمانشان با دست خالی بدون انکشافات و پیشرفت و ترقی در مقابل ابر قدرت تا دندان مسلح اتحاد جماهیر شوروی از صفحه تاریخ، این اتحاد انشاءالله تا قیامت گم شده و ناپدید هست. 42 کشور با اتحاد بر بالای این کشوری ما آمدن، برای ساختن نه آمدن، برای جنگاندن من و تو. چی وقتی افغان ها بیدار می شوند؟ کلام الله در میان گذاشته شده، سنت محمد رسول الله گذاشته شده، قضاوت از دیگرها می خواهیم، فیصله را به نزد دیگرها می بریم. فیصله قرآن قضاوت محمد رسول الله است که اگر شما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، در چیزی که اختلاف میکنید فیصله را به کی ببرین؟ با الله و رسول. محمد امین 27 ماده ای که با یهودیت مسیحیت در مکه معاهده میکنه، بند پنجمش امی هست. در صورت نزاع قضاوت و فیصله را کتاب الله میکنه، محمد رسول الله میکنه. دوستای عزیز، این مشاهده قدرت الله است که لنریه من آیاتنا، چرا؟ انه هو السمیع البصیر. الله شنوای بینا هست، میشنوه که چی میگوی، میبینه که چی میکنی. مطابق یزی الله با من و تو برخورد میکنه. معراج پیامبر بزرگترین تحفه نماز، بزرگترین تحفه خواتیم سوره بقره. کسی که شب پیش از خواب کردن این سه آیت میخوانه و میخوابه، در آن شب اگر مرد به سراغش میآید خاتمه بالایمان میشه. بزرگترین امید آورنده ترین پیام، کسی که میمره در نامه اعمال شرک نیست، الله روزی را داخل جنت میکنه. الله من و شما را در همه عرصه های زندگی توفیق عمل نصیب بگردانه.